دوستان و تنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. روز جمعه است، اول ماه می سال 2009 میلادی، در روزهای جمعه به مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 به وقت لس آنجلس در خدمت شما هستم و نگاه میکنیم به متن‌های قدیم زبان پارسی. امشب هم در خدمت شیخ عجل سعدی هستیم و کتاب بوستان از مقدمه خدمتون آغاز خواهیم کرد. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بزرگوار بخوانیم. مطالب دیگری هم البته هست. گر می فروش حاجت رندان دوا کند، گر می فروش حاجت رندان روا کند، ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند. ساقی به جام عدل بده باده تا گدا، غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند. حقا کز این غمان برسد مژده امان، گر سالکی به عهد امانت وفا کند. گر رنج پیش آید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. در کارخانه‌ای که ره عقل و فضل نیست، فهم ضعیف رای فضولی چرا کند. مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد، وان کو نه این ترانه سراید خطا کند. ما را که درد عشق و بلای خمار کشت، یا وصل دوست یا می صافی دوا کند. جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت، عیسی دمی کجاست که احیای ما کنه. خدمت شما عرض کنم که پیش از اینم مطلب رو خدمتون گفتم که روز نهم که روز شنبه خواهد بود، در 2575 مکه‌بری هستیم در شهر اورنج کانتی و در شنبه است. بعضی دوستان عرض کنم معترض شدن که آقا شنبه ما کار میکنیم و اینها. با جناب آل احمد صحبت کردم، فرمودن چندین بار ریویو کردن با سایر دوستان، چاره ای نبوده است، چون میدانید همیشه یک شنبه بود. اما به جهت اینکه روز دهم گویا یک روز تعطیلی است، روز مادر هست و دوستان میخوان خدمت مادر بزرگ برسند و مادر و اینها، به حکم عرض کنم که ضرورت و بالاجبار این بار در شنبه خواهد بود، 4 بعد از ظهر. برای تلفن اطلاعات به شماره 949-559-551-9272 تلفن بفرمایید، جزئیات رو از آقای آل احمد بپرسید. یک مطلبی است که می‌خواستم مدتی است در میون بگذاریم که فراموش کردیم، جاش هم در روزهای دوشنبه است، اما برای که باز فراموش ما نشود، پیش از اون که برویم خدمت استاد سخن سعدی، این مطلب رو عرض کنم که بیان می‌کنم. و اون این که وقتی ما این کلید حکمت هست، در واقع حکمت و دانایی و رهایی و عرض می‌کنم که رسیدن به روشنی و باز شدن ابواب معرفت از اینجا آغاز می شود که ما سخنی که می گوییم بدانیم که این عبارتی که ما صادر می کنیم حاوی یک مضمون حقیقی هست یا حاوی مضمون حقیقی نیست. مضامین حقیقی در عباراتی که ما به کار می بریم مضامینی هستند که ما بتوانیم صحت اونها رو تحقیق بکنیم. اگر ما عبارتی صادر کردیم و به مطلبی برخورد کردیم که ما نتوانستیم صحت یا سقم اون رو حتی تحقیق بکنیم، اون عرض کنم مضمون واقعی نیست. این رو بنده بارها خدمتتون عرض کردم، از ارسطو تا ماخ و تا عرض کنم کانت فیلسوف بزرگ آلمانی، اینها این رشته رو گرفتن و به ما ثابت کردن که چیزی که در حیطه تجارب ممکن الحصول ما نباشد مهمل است. یعنی ما نباسی در بابش اساسا فکر کنیم. یعنی وقتی که ما سخنی بگوییم که ما به با معد و طبیعه مربوط هست، ما چیزی نگفته ایم، این اساسا موضوعی نیست، این سابجکتی نیست، جز مهمل چیزی نیست. یعنی این عبارت ما حاوی مضمون حقیقی نیست. حالا شما هر جور میخواید بفرمایید تعبیر کنید، به خاطری که آخوندها و از کنم کلیسا یقه کانت رو نگیرد. کانت گفت این ذهن ما اساسا ساخته نشده است که ما بعد و طبیعه رو دریافت بکند.
به عنوان مثال وقتی میگوییم حسن مرد، این عبارت حاوی یک مضمون حقیقی است، به جهتی که ما حسن رو میشناختیم، حسن اطرافیان داشت، حالا امیدوارم همه حسن ها همیشه باشن، به عنوان مثال عرض میکنم، و دیدن که حسن مرد، قلبش بیمار بود یا تصادف یا خدا نکرده و او رو در تابوت گذاشتن و او رو در قبر گذاشتن، حسن مرد. این از یک امری است که در حیطه تجربه ممکن حصول ما واقع شده، ما میتوانیم در باب صحتش همواره تحقیق کنیم، 500 سال برگرد مگه حسن هم میتوانیم برویم اونجا رو بشکافیم و عرض میکنم که از دندان این حسن DNA بگیریم، این اولاد و احوادش رو بیاریم و ثابت کنیم این بوده حسن است. بنابراین این یک موضوع عرض کنم که مضمون واقعی است. اما وقتی بگویم حسن به بهش رفت، مهمل گفته، یک مضمون واقعی نیست. و کار سیاست کار عملی است، مربوط است به مضامین حقیقی زندگی، یعنی مربوط است به تولید کار، مربوط است به بیکاری، مربوط است به نمیدونم نقل و انتقال، مربوط است به بهداشت، به تعلیم و تربیت، به جنگ و صلح، به نمیدونم امور مربوط به صادرات و واردات. اینا همه امور حقیقی هستن. هرگاه ما عبارتی در این باب صادر میکنیم، از یک وضعیت حقیقی در جامعه صحبت میکنیم. وقتی میگیم حسن بیکار است، ما از یک مضمون واقعی صحبت میکنیم. اما اگر بگوییم که امام علی موسر رضا یاری کرد که حسن یک کاری پیدا کرد، ما مطلبی رو گفتیم که مهمل هست، یعنی وسیله ما نداریم که ثابت کنیم که علی موسر رضا به این کمک کرد. سخن مهملی است. بدین جهت است که دین وارد حیطه جامعه نمیتواند بشود، مربوط است به اخلاق و از قبر به اون طرف. حالا بندی که نمیگم خدا هست خدا نیست، از این چیزها به من مربوط نیست. عبارت صادر میکنیم، مثلا فرض فرمایید که این حسن بیکار بود، 6 سال دوندگی میکرد تا سرانجام علی موسر رضا نمیدونم امام جعفر صادق یاری کرد، یک کاری گرفت در مثلا شرکت نفت. این عبارتی که ما صادر میکنیم، این حاوی یک مضمون واقعی نیست، عبارت مهملی است. هیچ وسیله ما نداریم که تحقیق بکنیم در بابی که امام جعفر صادق یا علی موسر رضا به این کمک کرده. خب این 6 سال هم دوندگی میکرد بیچاره بدبخت. بنابراین موضوع دین اساساً به موضوع سیاست ربط پیدا نمی‌کند. هموطن گرامی، بحث بندی در اینجاست. یعنی آخوندها را اگر نگاه کنیم و به اعمالشان بنگریم، اینها همه با امور حقیقی و مضامین حقیقی زندگی درگیر هستند، ما را حواله میدهند به مهملات. یعنی اینها نشستن بر تخت قدرت که یک مضمون واقعی است، ثروت ایران زمین رو در اختیار دارن، دلارهای نفتی رو میگیرن، امر واقعی است، و ما را حواله میدهند به علی موسر رضا. یعنی اونقدر که صحبت در باب علی موسر رضا و جعفر صادق هست، در باب نفت نیست، به جهتی که اینها نفت رو باید از چشم ما پنهان بکنن، سر ما رو گرم بکنن به علی موسر رضا و از قبر به اون طرف بترسانن ما رو از جهنم. اما خود اینها که معتقد نیستن به این داستان ها، که اگر اینها معتقد بودن به قبر و بعد از قبر، اینها که یک تسبیح میگرفتن در کنج غاری از بام تا شام نماز میخوندن، این همه آدم نمیکشتن که بر قدرت بمانند. که هموطن گرامی، آره، خانم دیروز زنگ زده میگوید که به من میگوید روی تلفن که ای عامل انگلیس، ای مزدور انگلیس، امیدوار هستم که خداوند در جهنم به اندازه علم تو رو عذاب بده. که حالا من در جواب خندم گرفت، خنده بلندی کردم، که حالا چون ممکن فکر کردیم ما مسخرش کردیم، ولی من فکر کردم در همون سمین که بس خدا عذاب به ما نخواهد داد. ای عامل انگلیس، ای مزدور انگلیس، تو اومدی اینجا با اسلام دشمنی داری فلان اینا. گفتم خانم اگه شما فکر کنی یکم عقل داشته باشی، در میابی که از بزبزدن پشتیبانان اسلام همین انگلیس بوده است. در نامه‌ای که چرچیل نوشته است به عرض کنم که به ملکه انگلیس، به او اطمینان میدهد که این کشورهای اسلامی حالا حالاها زیر سیطره استعمار هستند، به جهت اینکه میگوید There is no force greater than Islam to retrograde a society.
یعنی هیچ نیروی در جهان برای عقب راندن جامعه بزرگتر اسلام نیست. اینو چرچیل میگه، استاد ادبیات و برنده نوبل در ادبیات، خداوند سیاست. چون میده این موضوع انگلیس، امیدوارم خدا تو رو در جهنم به اندازه علمت عذاب بده. اینم صحبت خانم بود، اجازه نمیداد من حرف بزنم. من میدونم چرا اجازه نمیداد، چون دو کلمه من بگم ممکنه بهشش از دستش بره. این چندین سال زندگیش که عرض کنم که به مود الله مدینه نشسته برباد بره، سرمایه گذاریش از بین بره. با یک کلمه حرف، یک آخوندی در اصفهان گفته بود که این آدم، یعنی بنده، این ساحر در اسرائیل یاد گرفته هر کی 5 دقیقه به حرف من گوش کنه دیگه جذب میشه و سحر میشه، دیگه کارش نمیشه، دیگه از اسلام رو برگردان میشه. باری اینها مضمون واقعی نیستن. اون چه مربوط به اون سوی قبر هست و اون سوی که مربوط به نمیدونم نکیل و منکر هست و بهشت و جهنم هست و از کنم هر چه مربوط به ما بعد و طبیعه هست، اینها مضامین واقعی نیستن، اینها سخنان مهملی هستن که البته اینها در حوزه ایمان مطرح هستن. در حوزه ایمان آدم عقلش رو مرخصی میده، به اجاره میده، اون مطلب دیگری است، من با اون هیچ مشکلی ندارم. یعنی اساساً مشکل ما مشکل خود دین نیست، در واقع این آزادی خواهی ایجاب میکند که هر حرکتی برای آزادی خواهی توأم با آزاداندیشی باشد و احترام به عقاید. یعنی عرض کردم هر کسی از مادر متولد می شود، این با حقوق انسانی که یکیش هم حق دین هست، حق انتخاب دین هست، به دنیا می. مشکل ما بارها اینجا بنده فریاد زدم، مشکل ما این است که ما حاکمیت دین داریم، این هست که ما باید نقد بکنیم و نشان بدهیم که اینها مضامین واقعی نیستند، اینها مشروعیتی ندارند. هموطن گرام شما ببینید آخه این چه وضعی، یعنی اینها آمدن عرض می شود که تمام ثروت های مملکت رو در اختیار گرفتن به وجهی که خودشان میخواهند در این ثروت ملی دخل و تصرف میکنند بدون اینکه بخواهند به هیچ کس جواب بدهند. بچه های مردم رو میبرن میکشند. نمیدونم شماره کنید، شنیدم یک سایتی هست که تمام کشتگان رو، اعدامی ها رو اونجا گذاشته. دختران ایران رو بردن کشتن، در هیچ دوره بابا دختران رو نمیکشتن. من یادم نمیاد که در رژیم شاهنشاهی زن اعدام شده باشه، من یادم نیست، شایدم کردن مثلا یه قاتل چیزی بوده، بنده بیاد ندارم. اما شماره کنیم چند دختر رو اینا در زندان ها کشتن و عرض کنم تجاوز کردن و چه میزان در حق این ملت ستم کردن و چه مایه ثروت این ملت رو بردن. یعنی اگر ما حساب بکنیم که یعنی برابر آمار دقیق از مظفرالدین شاه تا محمد رضا شاه یه چیز حدود 120 یا 130 بیلیون دلار نفت فروختن. تا دو سال پیش این آخوندها 600 بیلیون دلار نفت فروختن. اگر ما جمعیت ایران رو عرض میکنم 60 میلیون حساب بکنید، ببینید هر نفر ایرانی چند هزار دلار سهم نفتش بوده که خمینی میگه پول نفت رو میده، اینا کجا رفته؟ خود اینها با قضایای حقیقی جهان درگیر هستن، با خانه های بزرگ، با ثروت های کلان. عرض میکنم که برای تداوم این قدرت ننگین همه کار میکنن، همه دروغی میگوین، همه مزخرفی به خورد ملت بیچاره میدهن، ما رو حواله میدهن به علی موسر رضا، حسین، حبیب ابن مظاهر. آقا اینا قضایای حقیقی زندگی ما نیستن پدر جان. و بنده فکر میکنم اینها عمدی دارن از فقیر نگاه داشتن حداقل 30-40% که همیشه شکمهاشون خالی باشد، که اینها منتگذار این دولت باشن با اون کوپونی که میدهند، که هرگاه میخواهند که هر سبت که اینها رو به میدان بکشن بگوین برای علی موسر رضا و علی خامنه‌ای بیاید به میدان هورا بکشید و چوب و چماق بیارید به اینا. یعنی در واقع بدترین اتفاقی که افتاده در این انقلاب این هست که این اولین بار هست که گدایان و فرومایگان بکن، گدایان فکری رو عرض میکنم، برای نخستین بار فرومایگان به حکومت رسیدن. حرفاشون فرومایه، قیافه هاشون فرومایه، اندیشه هاشون فرومایه، اعمال و رفتارشون فرومایه، رفتارشون با زندانی فرومایه، رفتارشون با مردم در خیابان فرومایه، رفتارشون با جهان فرومایه،
رفتارشون با همسایگان با فرومایگی توهم. این همون داستان سعدی است که گفت وقتی فرومایه بامش بلند شد ادرار میکنه رو اون پایین، رو اون سقف اون بیچاره که پایین هست. علی موسر رضا. بنابراین دقت کنیم به مطلبی که میگوییم از امروز به بعد، ببینیم که کدام عباراتی که ما صادر میکنیم به یک معرفتی راهبر هست و کدام به معرفتی راهبر نیست. اون که مربوط ما بعد و طبیعه است و قضایایی که ما نمیتوانیم اینها رو تحقیق بکنیم، صحت و سقم اینها رو معلوم کنیم، اینها قضایای ما بعد و طبیعی هستن. این جوزف آیر فیلسوف انگلیسی میگوید که اینقدر این موضوع ما بعد و طبیعه مهمل هست که حتی کسی که علیه ما بعد و طبیعه استدلال میکند خودش آدم ما بعد و طبیعی است که دلیل وارونه آورده. وگرنه اساسا ما بعد و طبیعه سابجکت نیست، موضوع نیست، اصلا موضوعی نیست. یعنی شما هر چه میگویید که ما بعد و طبیعه درش هست مهمل، به منزله خالی کردن باد هست از دهان با یک صداهایی هم میاد، چون عبارات داره معنی نیست و به هیچ معرفتی راهبر نیست. هر چه راجع به بهش بگوییم مزخرفه، هر چه راجع به نکیر و منکر میگوییم مهمله، هر چه راجع به جهنم میگوییم مزخرفاته، مهملاته. اینها عرض کنم که هیچ دلیلی ما برای اثبات اینها نداریم. یک آدمی نمیدونم 6000 سال پیش 7000 سال پیش یه چیزی گفت، اون زرتشت بود. اینا اختراعات اوست. عذر می‌خواستم. یک آدمی هم در بیابان‌ها پیدا شد، عرض کنم این دستگاه رو علم کرد و شما نگاه کنید به وضعیت ما واقعا. این باعث بنده نمی‌دونم، مردم ما بسیار دقیق النظر هستن، خیلی دقیق هستن. میگن آقا شما فندک داشتین روی مثلا این میز، شما نمیدونم رول مدل هستی، فندک دست نبود. آقای از نمیدونم تنگستان زنگ زده که آقا نمیدونم یه دستمال کاغذی رو مشیری دو بار برداشته. اینقدر ما دقیق هستیم چیزها رو میبینیم، اما این چیزهای بزرگ بزرگ رو نمیبینیم. یا کتاب رو نمیدونم چرا خم کرده، نمیدونم یه صفحهش کج بوده، خم کرده بوده. اینا شما به این قوانین جمهوری اسلامی نگاه، پدر صاحب بچه هست، یعنی پدر بیاد سر بچه رو ببره هیچ مشکلی نیست، چون مال این بوده، چون با دیه که این کار وحشی های 1500 سال پیش اون منطقه بود، به جهت که اینا قبیله قبیله بودن هموطن گرامی، اون بابا که اینا رو بنیاد کرد عقل داشت برای روزگار خودش، برای جامعه خودش این چیزا رو میگفت. همون زمان هم سنای روم بوده، بابا قانونمندی رو روم به جهان یاد داد، در ایران قوانین بوده، در یونان و چین قوانین مدرن بوده در اون روزگار پیشرفته که مأخذ بسیاری از این قوانین هست. همین قوانین وحشی های بیابان بوده. این قبیله است مثلا 1500 نفر به صورت یک پیکر واحد مثل یک خانواده حرکت میکنه توی بیابان ها، دست به یکیش بزنی مثل که به همه ایش زد. اون قبیله اون طرف هم به همین بحش هست. حالا یکی از اون قبیله میزنه این رو میکشه، از صورتیه قانونی هم که نبوده که دادگستری و دادستان و نمیدونم این تشکیلات وکیل و نمیدونم که حقوق جزا و این حرفا که نبوده، که برای این که عرض میشود که وقتی این قبیله یکی از این قبیله رو میکش، اینا مسلح میشدن، نصف شب شترها رو سوار میشدن، حمله میکردن، 50-60 نفر از اونا میکشتن، اونا راحت نمینشستن، دوباره کمک میگرفتن، عرض میکنم شمشیرها رو بر میداشتن، شطورها رو نمیدونم چیز میکردن، حمله میکردن، 200 از اینا میکشتن. جنگ ها بوده که چند قرن ادامه داشته. این بابا اومده گفته آقا وقتی یک کسی یکی اینا رو کش، شما اون رو بگیرین قاتل رو بدین دست اینا که این رو بکشد، یا بخواهد اگه بخواهد آزاد کند که جنگ قبیله‌ای نشود. این از قصاص، یکی از احمقانه ترین چیزهاست که ما امروز در قرن 21 هم قصاص. یکی هم موضوع شاکی خصوصی. آقا جرم خصوصی عمومی داشت در روزگار قدیم. این قوانینی که در ایران بود بسیار از نظر قانون بودنشون بسیار جالب بودن، بسیار درست بودن. بعض مطالب عمومی بود، جرم عمومی بود، با گذشت شاکی خصوصی از بین نمی رفت. مثلا مزاحمت برای دختران، متلک گفتن یا چاقو کشیدن، دزدی، اینا جرم عمومی بودن. دادستان رها نمی کرد، جامعه رها نمی کرد.
و این قوانین بیابانی مبتنی است بر حس انتقام، انتقام گیری. شما نگاه کنید، عرض کنم به این آیات الله هم اگه نگاه کنید، حس انتقام و خشونت رو درشون میبینید. در پس پرده اینها آزادگی و گذشت نیست. بخوانید آقا این کتاب رو بخوانید. یه کسی میره یه قتل انجام میده، خیلی خوب، محکوم میکنن به اعدام. تناب دار را که انداختن به گردن این کسی که میخوان اعدام بکنن، خانواده مقتول میان با بزرگواری تناب رو در میارن، دست تو دست هم میرن با هم یخنی میخورن. اینم شد قانون. خب که کاری نداره که مرتب میشه توطئه کرد آدم ها رو کشت. آقا بلکه یه خانواده بخوان یکی بچهاشو بکشه، کاری نداره که یه قاتل پیدا میکنیم یا آقا بگین این شهر اینو بکن ببینیم چه میشه اینها، ما میایم تناب گردن تو بر میداریم. به حق جامعه چی میشه اینجا؟ و اساسا که خود این حکم اعدام صادر کردن، شما فکرشو بکنید، این بتون این و پایه اصلیش از حس انتقام. یعنی فرض فرمایید یه کسی رفته روی نادانی، روی بچگی، روی خشم، روی جهالت، روی مستی، اینا رفته یه کسی کشت. این یک آدم نادانی است که یک چنین کار به زشتی کرده که زشت‌ترین کار عالم هم همین آدم کشی قتل نفس دیگه. بعد یک عده که دولتی هستند و درس حقوق خواندن مثلا خبر مرگشون و یک چیزی میدانن و اساس رهبری یک جامعه درستن با کمال خونسردی، آره چه اینجا که تگزاس هم که حکم اعدام داره، چه اینجا چه در ایران، و کمال خونسردی یک هیئتی بنشینن و این رو بکشن. یعنی همون کاری که اون کرده در منتهای جهالت اینا میاد در حقی بکن. و تجربه هم نشون داده حکم اعدام عرض میکنم از تعداد جرائم و قتل ها کم نمیکنه. امروز فکر میکنم اون دختر بیچاره رو عرض کنم اعدام کردن و آقای زنگ زده بود که اینها که این خانواده مقتول اینها شاکی هستن که این خانواده گویا طلبکار هم هستن که نمیدونم اینا دخترشون نمیدونم کیو کشته و از این جور صحبت ها. من پروندهش خیلی وارد نیستم، گویا جوان بود از با این خانم رفتن اونجا و کار دست این خانم بوده، زده کشته اون یه پیرزن بیچاره رو کشتن و منتظر بودن که اینها نمیدونم چیز که ببخشن نبخشیدن. اون هم به روزنامه ها گفتن آقا اینا حتی نمیدن از ما خواهش بکنن، از اینجور داستان ها. یعنی حالا گناهه که این بیچاره بدبختی رو که امروز کشتن رفته، گناه قتل این به گردن اون خانواده مقتول میماند. اینا همون بودن که نبخشیدن. قانون جمهوری اسلامی اینه دیگه. یعنی خود قانون چیزی نیست، خود جامعه چیزی نیست، مطلب فرد هست که ببخشه یا نبخشه، دیه بگیره یا دیه نگیره. این مصطلحات اسلامی به قدری فرومایه و پسته که آدم خجالت میکشه اینا رو به زبون بیاره. قسامه، یه کسی رو اردن 50 بار قسم بخوره که قانون عقب موندهش این بوده که نمیدونم 50 نفر 100 نفر پیدا کنن بیاد بگه والله باللهی تلاهی. من دیدم حسن زد تو گوشه حسین، بعد دیدم پیدا نمیشه، شد 20 نفر و 15 نفر و 10 نفر، بعد شد یک نفر که از این در دادگاه میره بیرون، نمیدونم وضو میگیره، میگه والله بالله تلاه، من دیدم این زد، دوباره میره بیرون وضو میگیره میاد میگه والله. خب این همون احمق است که یه دقیقه پیش گفت شهادت یه نفره، داره 50 بار قسم میخوره. قسامه واقعا من نمیدونم، ما باید از این آخونده تشکر کنیم، همه ما تو جمع شد تشکر کن. چرا تشکر کنیم؟ به خاطر که اینا که حالا فردا گفتن که همه مردای ایران سراشون رو بتراشن ماسک بمالن سوار خرشن دوم خر بگن دستشون، چیکار میکنیم؟ خب همه میکنیم، سرامونی میتراشیم. پس برای که نگفتن ازشون متشکریم. بلایی نیست که این آخوند به روز ما نیاورده باشه ما قبول نکرده باشیم. شما بلایی میشناسید در کتاب جنایی که آخوندها به روز ملت ایران آورده باشن و سر و صدای شده باشن؟ هیچ خبری نیست. والله باید از اینا سپاسگزاری کرد. اگه گفتن که فردا همه سرا پایین پا دو شاخه هوا اونجوری برین سر کار، همه هم میریم.
از اینکه نگفتن سپاسگزاریم. این کارهایی که اینها در ایران کردن در هیچ کشور نمیتونن انجام بدن. در اون افغانستان هم نتونستن، که حالا افغانستان ایران یک فرق نمیکنه، یک ذره بر صورت ایران سابقه نمیدونم انقلاب و قانون و ثباتش بیشتر بود، ثباتش به قول معروف. در اونجا باز مقاومت بود بابا علیه طالبان. یک شیرمردی بود به نام احمد شاه مسعود که من به این مرد خیلی ارادت دارم، یعنی یکی از قهرمانان بود گمان من. مردانه ایستاده بود در همون دره پنجشیر با طالبان مبارزه میکرد. در کشور ما هیچ مقاومتی نیست، به خاطر اینکه ما رو خل اصلاح کردن به مدت 40-50 سالی تو سر ما زدن، اسلحه همونو گرفتن، این عرض کنم روحیه تسلیم و تعبد رو برای ما درست کردن، آماده کردن، اسلحه همونم جمع کردن در این انباری که دیدش دست آخود، گفت ما برای شما بیعت گرفتیم. یک ملت مطیع بسیار بسیار سر به زیر مطیع، هر بلایی میخوای آخون به روزش بیار. شما دیدید در تاریخ هیچ مملکتی مریض رو پاشکسته رو از روی تخت بیمارستان بیارن تو میدان تیرباران بکنن؟ شما شنیدید پیرمردی که فراموشی گرفته، مثل ایرج مطبوعی، سلشکر ایرج مطبوعی که در موضوع خراسان و نمیدونم چی به دستور رضا شاه تیراندازی کرد در اون مسجد؟ زن آبستن رو تیرباران کردن، شما شنیدی در هیچ جامعه شنیدی؟ اگه شنیدید به بندن بفرمایید. خب اون شهلا گوئلی که از سلمونش کشیدنش بیرون که داشت کار میکرد، بیچاره آبستن بود، گذاشتن کنار دیوار، حضرت خلخالی به فرمان امام امت تیرباران کرد، کشتن این زن رو با بچهش. از این نوع جنایات اگر شما در هیچ فرهنگی سراغ دارید بفرمایید، ما بام بشیم دیگه. عرض کردم بعد از آخونده سپاسگزاری کنیم. این واقعا شما رو کشو بکنید، این آقای علی خامنه‌ای جناب آقای رهبر نشسته میگوید که در هیچ کشوری انتخابات به این آزادی نیست. این تیکه هم از آقای علمت برام فرستاده. انتخابات ما آزادترین انتخابات هست، شفاف. کسانی که میگوین ما بایستی نمیدونم مدیریت کنیم در این کار، اینها دارن شبهه ایجاد میکنن. این شفافترین و بهترین انتخابات جهان هست. حالا یک نیست بپرسه آقا مرد حسابی آخر این اصلا رای برای چیه؟ شما میتونید بفرمایید رای برای چی هست؟ آرزوی ملت این است که رای بدهند که تو نباشی آقای سید علی. یک زمانی در این پله های مجلس مقدس شورای ملی اختلاف بود بین رضا شاه و مدرس، میگه سید تو چی از من میخوای؟ میگه من میخوام که تو نباشی، یعنی در واقع یعنی استبداد نباشد. وقتی که 30 سال مردم رای میدهند جناب عالی رهبر کل هستیم، 20,000 نفر هم میگن چاقو کش در خدمتتون هست و همه اموال ملت رو دارین حیف و میل میکنید و حکمتون در همه جهان عرض میکنم که نافذ هست، آدم میکشید، نمیدونم که اموال مردم رو به تروریست ها میبخشید، هر کاری دلت میخواد میکنید، برای چی مردم رأی میدن که چی بشه؟ که چه بشه بعد؟ تو که هستی، اون مشکینی که هست، اون یه میدونم آملی که سر جاشه، اون حسنی که هست، این شما نکبت ها همه که هستین، که پس رأی برای چی هست؟ رأی برای تغییر حاکمان هست. بعد یه عده از خودشان از همین حزب فاشیست فرومایه آخوندی که احتیاجی نیست بنده معرفی کنم، شما از ظاهرشون و باطنشون و حرفاشون هم میفهمید که اینا چه رده‌ای هستن. اینا انتخاب میکنن خودشو، اول انتخاب میکنن، قربال میکنن، بعد اون 12 تا آخوند و نمیدونم 800-900 تا شیخ الاسلام اینا میگن بله اینا روز بعد میگن حالا به اینا رأی بدید کدوماشو میخواد. واقعا چیز شگفت‌انگیزی قرن 21 هیچ کس بدین گونه حکومت نکرده بر ایران. بنده سراغ ندارم واقعا.
یه تره به ریش ملت همیشه خورد میکردن آقا، تا به ناصرالدین شاه گفتن آقا در حرم هم چپاق دیگه نمیکشن، ترسید ناصرالدین شاه از مردم ترسید، بلافاصله رفت عرض شود که قراردادش به اون کمپانی لغو کرد، جریمهش هم گویا ملت ایران دادن. ابدای ملت رو هیچ پشیزی حساب نمیکنن این آخوندها. یک مشت دانشگاه بیهوده باز کردن اینها، سر بچه ها رو گرم میکنن، کارم که نیست. سالی 150,000 نفر آدم فهمیده، مغزهای فعال مملکت هم در باز کردن که برید بیرون، ما لازم نده. اگر اخباری که بنده از ایران میگیرم درست باشد، عرض میشود که وضعیت خیلی خراب. یعنی کارخانه هایی که زمان شاه کار میکردن، مثل نیشکر هفت تپه که میگن ورشکست شد، هر کارخانه بود که محلی بود و در اونجا تولید کار میشد و تولید محصول میشد برای مصرف داخلی حالا یا خارجی، همه اینا ورشکست شد. به جهت اینکه اینها برای سود بردن، اگر قند نمیدونم کیلویی یا نیشکر نمیدونم شکر در ایران کیلو مثلا نمیدونم 2.5 ریال چیز میکنند، اینا از خارج میرن ارزونتر میفروشن، پشتیبانی از صنایع داخلی. و همین خبر رو بنده از گرگان شنیدم و جاهای دیگه. در واقع من فکر میکنم مرتضی، ما اینجا رو گروگان گرفتیم، غنیمت گرفتیم، مال ماست. آخه غنیمت هم که میگرفتن بابا میگفت که بخورید شما یه پنجمشه به من که خلیفه هستم بدید، که شما که همه شو دارید میخورید چیزی به مردم نمیدید. خب اجازه فرمایید یک موسیقی زیبا بشنویم و برمیگردیم خدمت شما تو چند دقیقه دیگه. Thank you.
شما هموطنان گرامی، قطعه زیبا شنیدیم در بیات اصفهان از متعلقات دستگاه همایون از سرپنجه استاد جلیل شهناز و استاد پرویز یاحقی. مشهور است که این ضربی که شنیدید آخرین اجرای امیر ناصر افتتاح است، یکی از هنرمندان بسیار بزرگ کشور ما که هرگز یابو رو بر نمی‌داشت هنگام ضرب. و زیباترین عرض میکنم که این آهنگ هایی که در دوران گلها ساخته شد بیشترش با ضرب ایشون هست. پیش از ایشان استاد حسین تهرانی بودن، عرض شود که آبتین و افتتاح در روزگار مرحوم صبا معرفی شدن و خیلی گل کرد این مرد در کار نواختن ضرب. خب برویم. خب از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح بربر است. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و جلم درم جای دیگر است. سعدی میگوید جمع ازداد میسر نیست، یکی هم حاضر باشد هم غایب باشد، اما اون منم که اینجا نشستم و درم جای دیگر است. خب کتاب بوستان به سال 656 تصنیف شده است، کتاب گلستان از بخواه. در اون سالی که ما را وقت خوش بود هجرت 656 بود، یک سال قبل از گلستان بوستان تألیف شده است به سال 655. حالا اختلاف نظر هست بین اهل عرض میکنم عدد که بوستان اثر بزرگتری است یا گلستان، اما در اینکه این هر دو از شاهکارهای زبان پارسی هستند هیچ گونه شک و هیچ گونه تردیدی نیست. آغاز میکنیم سبب نظم کتاب که چرا بوستان به وجود آمد. بوستان سعدی، تردیدی نیست سعدی در این کار به فردوسی نظر داشته، همون عرض میکنم که وزن عروضی بحر متقارب رو انتخاب کرده برای بوستان. در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی. تمتع به هر گوشه یافتم، زهر خرمنی خوشه یافتم. چو پاکان شیراز خاکی نهاد، ندیدم که رحمت بر این خاک با. شیرازی ها خیلی دوست داشته سعدی. چو پاکان شیراز خاکی نهاد، ندیدم که رحمت بر این پاک باد. تولای مردان این پاک بون، برانگیختم خاطر از شام و روم. رفته بودم به تفریح و گشت سفر، اما مهد این مردم من رو باز کشید که باز گشتم به شیراز. دریغ آمدم زن همه بوستان، تهیده است رفتن سوی دوستان. به دل گفتم از مصر قند آورند، بر دوستان ارمغانی برند. مرا گر تهی بود از اون قند است، سخنهای شیرین تر از قند هست. نه قندی که مردم به صورت خورند، که ارباب معنی به کاغذ برند. چون کاخ دولت رو پرداختم، بر او 10 در از تربیت ساختم. یکی باب عدل است و تدبیر و رای، نگهبانی خلق و ترس خدا. میگوید که خجالت کشیدم دست خالی بیام خدمت دوستان،
و قندی نداشتم، مردم از مسکه میان قند بیاورند، اما من نداشتم و قند معنی آوردم، نه قندی که مردم به صورت خورند، که ارباب معنی به کاغذ برند. این کتاب حاوی 10 باب است، یکی باب عدل است و تدبیر و رای، نگهبانی خلق و ترس خدا، دوم باب احسان نهادم اساس که منعم کند فضل حق را سپاس، سوم باب عشق است و مستی و شور، نه عشقی که بندن بر خود به زور، چهارم تواضع رضا، پنجمین ششم ذکر مرد قناعت گزین، به هفتم در از عالم تربیت، به هشتم در از شکر بر عافیت، نهم باب توبه است و راه ثواب، دهم در مناجات و ختم کتاب، به روز همایون و سال سعید، به تاریخ فرخ میان دو عید. ز 600 فزون بود 55، که پردر شدیم نام بردار گنج. خب پس تاریخش رو هم سعدی به ما گزارش داد که سال 655 بوده است. بمانده است با دامنی گوهرم، هنوز از خجالت به زانو سرم، که در بحر لؤلؤ صدف نیز هست، درخت بلند است در باغ و پس. الا ای خردمند پاکیز خوی، خردمند نشنیدم عیب جوی، قبا گر حریر است و گر پرنیان، به ناچار حشوش بود در میان. خب استاد ما اینجا کتاب رو معرفی کرد و سال رو هم گفت، که البته سال 655 تدبیر خواجه نصیر طوسی ترتیب تعبیه سپاه میکردن برای حمله به بغداد، برای حمله بغداد. سال 656 سال قتل عام بغداد است و یکسره نابود کردن این شهر تاریخی که واقعا محل علم و معرفت بود، محل هنر بود. بغداد به دلایلی خدمتتون عرض کردم پایتخت اسلام شده بود و داستانهایی که پیش از این هم در باب اون گفتیم و اینها تخریب شد و از این همه صدماتی که وارد شد واقعا به مدنیت منطقه، که هرگز کمر علم نکرد و کل مدنیت منطقه هرگز کمر علم نکرد از حمله مغول، یک فایده برای ما داشت و اون این بود که شر حکومت عرض میکنم خلفای عباسی رو از سر ما کم کرد. تا اینها بودن ما نمیتوانستیم اعلام استقلال بکنیم. ایران هم کشوری بود از میان رفته، برباد رفته، مثل بابل و نمیدونم کارتاژ و اینها نامی ازش نبود. به خاطر همین در همه دفتر بزرگ سعدی نامی از ایران نیست، چون فراموش شده بود، تقسیم بندی شده بود، نابود شده بود و ناگهان با سر بر کرد ایران زمین دوباره با حدود و ثغور و امپراتوری. این یک استثناست در تاریخ، باید فرمود یک استثناست، یعنی که دیده نشده است که یک کشوری که مزمحل بشود و نامش هم از میون برود و ناگهان دوباره برگرده با همون نام و نشان و میتولوژی و داستان و فرهنگ ملت و غیره و ذالک باز بشود کشوری که. اما با دیگر مردم روزگار ساسانی نیستیم، تبارمون بدونجا میرسه. اگر که مطالعه فرمای تاریخ ایران رو عرض میشود که ما مردمانی بودیم نیرومند، دلاور، عرض می شود که صاحب امپراتوری، خوشباش، اهل آبادی جهان و بیزار از غم و رنج و قصه و تنبلی و اینها. و اون مورخ بزرگ میگوید ایرانیان به بچه خود راز یاد میدهند که سوارکاری کنند و تیر مستقیم بیاندازند و راست بگویند. بعد حوادث رفته بر ما، یکیش موضوع جنگ این قادسیه و اعراب بوده است. بعد شروع شد وقتی که مرکزیت قدرت رفت، بعد شروع شد این سوراخ زنبور. خراسان محل تاخت و تاز خونخاران آسیای مرکزی که گفتنی نیست جنایاتی که اینها کردن، که ادامه داشته است تا همین روزگار ناصرالدین شاه. بقایای اینها امیدوارم بر نخورد به هموطنان ترکمن ما، اما ترکمن ها از اون سوی مرز این سوی مرز حمله میکردن، قتل و کشتار رو عرض میکنم، سرقت و تجاوز تا نزدیک های اصفهان میمدن آدم میبردن. آخرین سرکوب اینها رو فکر میکنم تهماندش رو رضا شاه کرده، عرض شود که بزرگترین جنگ اخیر رو علیه هم باقی مانده های چنگیزیان
عباس میرزا کرده است، وقتی که شکست خورده برید نگاه کنید به تاریخ، محاصره کرد و کشت و زد و اینا، به وضعی که مشهور شد این قتل اینها در کل آسیای عرض میکنم که مرکزی. این چنین بود وضع ایران. قوزها داستانش رو ببینید که عرض کنم که انوری گفت بکر جز در شکم مام نبینی دختر، این قصیدهش باید بیارم بخونم خدمتون. پشت سر هم اینها خراسان رو خراب میکردن و قتل عام میکردن و تجاوز میکردن و بعد سلجوقی ها و غزنوی ها و بعد سلجوقیان و خوارزمشاهیان یکی پس از دیگری، و تازه چشم ما روشن شده است به فتنه مغول و خرابی همه شهرهای ایران و عرض میکنن کشتار مردم به وضع وسیعی که عطا ملک میگوید که اگر توالد و تناسل تا انقراض عالم ادامه یابد جمعیت ایران به عشر اونچه بود نخواهد رسید. ببینید کشتار چقدر بوده. تازه اینها مردم هنوز جمع نشده بودن سر خرابه ها که یک مردک دیگری از همون تبار و نجات آمده است به نام تیمور لنگ و شش یورش پیاپی برده و شهرهای ایران رو خراب کرده، از کله ها مناره ها ساخته و حیوان عجیبی بوده این تیمور. اینها به لحاظ تاریخی روزگار سعدی مصادف است با سعد زنگی، ابوبکر سعد زنگی، که اینها از ایلخانیان پارس بودند و بعد از طی این دوره خاندان اینجو آمده است به شیراز و بعد از این در همون روزگار حافظ هست و خاندان اینجو شاه شیخ ابو اسحاق که امیر مبارزالدین محمد از کرمان میاد و این خاندان مظفری بر مثل شاه شجاع و برادران او بر شیراز حاکم میشوند. در روزگار سعدی این مرد بزرگی بوده است، این مردی که نام بردم خدمتتون، این بلاد تاریخی داری. ما دیگر اون مردم نیستیم، یعنی انحطاط وارد شد به این جامعه یکی پس از دیگری، ضمن این که باز دوباره این امپراتوری ساخته شد. اما این داستان تشیع رو این آمدن خونخواران صفوی هر شبت که تحمیل کردن به این جامعه و این خرافات به وجهی شد که پوسید این امپراتوری ظرف 150 از فرط خرافات پوسید و فرو ریخت. شما فکر چند نفر بودن این عرض کنم محمود و اشرف که آمدن؟ این در 15,000 نفر بودن. به وجهی بوده است که حزین لاهیجی مورخ و شاعر میگوید من در اصفهان بودم، بعض اوقات این اشرف مست میکرد میگفت سر 50 تا اصفهانی رو بیاوریم. اینا هم گفت که به خاطر این زاینده اینا مالاریا هم گرفته بودن، دچار تب و لرز میشدن. این میامد خنجرش رو برمیداشت میاد روی 150 تا جوان ماشاءالله رشید اصفهانی اونجا نشستن، رو من سر شما رو میخوام ببرم. این رو حزین لاهیجی میگوید، بنده نمیگم، ما کتابش هست. میگوید که خب مقدرات چنین بوده است و قضای آسمانی بوده است و قسمت ما بوده که تو سر ما رو ببری. میگوید بعض اوقات اینا دچار تب و لرز میشدن و اینا، این که با نمیشد آقا سر این بابا رو ببری، کارش بود از پاشو ببنده مینشستن تا حالش خوب شه پاشه که سر اینا رو ببره، اینقدر از خراب بوده. و همچنان که ما می آمدیم پایین، سرسر نشیب انحطاط که فردوسی بزرگ گفت که نشیبی دراز است پیش فراز، تبه گردد این رنج های دراز. یعنی کاری که ساسانیان کردن، این همه رنجی که ملت برد برای ساختن تمدن، نشیبی دراز است پیش فراز. یعنی یک انحطاط تدریجی به این ملت وارد میشه. وقتی به روزگار قاجار رسیدیم یه 5-6 میلیونی عرض میکنم که گرفتار و بیچاره و سرمازده و تاون زده و وبازده و قحطی زده و ترک زده و مغل زده و عرب زده و اینها رسیدیم. باز خیلی گوهری داشتیم و نجابتی که باز توانستیم سر بر کنیم و باز به عنوان یک ملت خودنمایی کن باری برگردیم. این که ایراد میگیرم بر سعدی که سال قتل بعداد گفته است که از هجرت 605، این مغلطه است، چون سال 12 ماهه دوستان عزیز. این نقد توده‌ای بود. قطعا سعدی نالیده و در کتابش هم نشون داده و متاسف و بسیار متاثر شده سعدی، به جهت اینکه سعدی شاگرد مکتب نظامی بغداد هست، به بغداد بسیار علاقه داشت و سعدی سنی بود و خلیفه بسیار علاقه داشت و اینها، و قصیده هم گفته است در همین کتاب وارد کرده. آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین.
از این دور داستان ها. خب بگذاریم. خب اینجا میفرماید الا ای خردمند پاکیز خوب، خردمند نشنیدم عیب جو. مرد خردمند عیب جویی نمی کنه. حافظم فرمود که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کنه. شما دیدید که مثلا فرض فرمایید یک تو صحبت استاد محجوب بود، یک کسی گفت آقا این محجوب هم چیز سرش نمیشه. گفتیم آقا این استاد محجوب ما یکی از استادان ممتاز ادب و فرهنگ ایران هست. گفت فلان لغت رو فلان جور تلفظ کن. شما فکرش رو بکنید، یک مردی که همه عمرش رو گذاشته در راه فرهنگ فارسی به اون پایه از دانش، یه لغتی به نظر آقا یک لغت، یا آقا تعمیم میده که آقا چی سرش نمیشه. فکرش رو بکنید، کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. لامارتین هم میگوید نقد حربه عاجزان است. حالا البته نقد جای خودشی داره به لحاظ علمی، ولی عیب جویی مطلب دیگری است. خب الا ای خردمند پاکیز خوی، خردمند نشنیدم عیب جو. قبا گر حریر است و گر پرنیان، به ناچار حشوش بود در میان. از سخن من ایرادی نگیرید، قبا از جنس هر دونه میدونم ابریشمی که باشه حشو داره وسطش، یعنی یک مقدار پنبه و اینا میذارن وسط. میگفتن حشو، شنیدید میگن حشو قبیح و حشو حشم ملیح در ادبیات، یعنی یک چیز اضافی، سخنی که اضافی است. یعنی حشو است این سخن، و بعض اوقات حشو قبیح هست که زشت هست، که تکرار کلام هست، مثل میگویم سنگ سیاه حجر الاسود. باید میگویم حجر الاسود یعنی سنگ سیاه، سنگ سیاه حجر الاسود حشو قبیح هست، زشته به کار بردن. خب میگوید که قبا گر حریر، میگوید که سخن بی نقص پیدا نمی کن، بنابراین از من ایراد نگیر. قبا گر حریر است و گر پرنیان، به ناچار حشوش بود در میان. تو گر پرنیانی نیابی مجوش، مجوش. اگر ابریشم میگه پیدا نمیکنی در سخن من، تو در پرنیانی نیابی مجوش، کرم کار فرما و حشوش بپوش. تو ندیده بگیر اگر نقصی در سخن من دید. تازه سعدی به اون پایگاه بلندش این صحبت رو کرده. ننازم به سرمایه فضل خیش، به دریوزا بردم دست پیش. شنیدم که در روز امید و بیم، بدون را به نیکون ببخشد کریم. تو نیز ار بدی بینیم در سخن، به خلق جهان آفرین کار کن. به خلق، عذر میخوام از شما خدمتتون، عذر میخوام، به خلق جهان آفرین کار کن. چون بیتی پسند آید از هزار، به مردی که دست از تعنت بدار. یعنی یک بیت از هزار بیت درست دیدی، منو طعنه نزن، به خاطر اون یک بیت منو ببخش. همانا که در فارس انشای من، اما اینجا هنر خودش رو هم تکریم کرده. دو بیت دیگه میخونم وارتان جان. همانا که در فارس انشای من، چو مشک است بی قیمتن در ختن. چو بانگ دهل هولم از دور بود، به عیبت درم عیب مستور بود. گل آورد سعدی سوی بوستان، به شوخی و فلفل به هندوستان. چو خرما به شیرینی اندود پوست، چو بازش کنی استخوانی در اوست. این مقدمه رو گفت، بعد مدح ابوبکر ابن سعد ابن زنگی است. و تا اونجا که بنده میدونم همه آدم هایی که کتاب بزرگ نوشتن معذرت خواهی کردن، آقا ببخشید اگه بیت بعدی ببخشید، جز فردوسی بزرگ که فرمود که عرض می شود که هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. نمیرم از این پس که من زندم، که تخم سخن را پراکندم. بناهای آباد گردد خراب، زبارا از تابش آفتاب. پی افکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیافت گزند. از این رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم به این پارس. خب وقت ما تمام شد، این پتیشن رو لطفاً امضا بفرمایید. سه هفته است به طور متوسط بیشتر از 3000 نفر در هر هفته امضا کردن. مراجعه فرمایید bahrammushiri.com و عرض کنم که فکر می‌کنم در 10000 تا ما متوقف بکنیم، چیزی نمونده. بله بله
وارتون جان نشان میدهد به شما که چگونه وارد شوید به فارسی. اگر که نگاه بکنید، بله الان میبینیم چند، بله 9358 تا، چیزی نمونده به 10,000. از شما سپاسگزارم، از وارتان گرامی سپاسگزار هستم، از همه دوستان هموطنان سر تا سر گیتی، هموطنان ما در کردستان عراق و در لیبی و در جاهای دیگر جهان هستند، از همه شما سپاسگزارم، درود میفرستم خدمتتون. تا برنامه دیگر که دوشنبه باشه از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. Love smoking, but everyone around you hates it? Introducing Smoke 51. Looks like an ordinary cigarette, but it's not. Real nicotine in a harmless vapor that you can smoke anywhere. And it's rechargeable. This great gift sells for $150, but through this amazing TV offer, get it for only $99.95. And if you order today, you will get a lifetime of tobacco cartridges for free. You only pay shipping and handling. So what are you waiting for? Call now.